رادیو همراه بفرمایید. سلام جناب دکتر. سلام بفرمایید. قبل از حرف زدن میخواستم خدمتتون اولا تشکر کنم به خاطر تمام این راهنمایی‌هایی که برای ما فارسی زبان‌ها ارائه میدونن بدون هیچ چش داشتی و اینکه ما خیلی بهتون مدیونیم. لطف دارید بفرمایید، من در خدمتتونم عزیز. جناب دکتر من خدمت شما هستم که 34 سالمه، فرزند آخر از 9 فرزند، یعنی خانواده 11 نفره و خدمت شما از شبت که تقریبا 4 ساله که متأهل شدم. یه سری مشکلات دارم که متاسفانه تا اینجا هر مشاور و روانپزشکی رفتم با توجه به داروهایی که بهم دادن نتونستم مشکلات منو حل کنم. به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟ همسن خودم هستم. و اون وقت فرزندی دارید یا ندارید؟ نه خیر هنوز. هر دوی شما چی خوندید چه میکنید؟ هر دوتا در یعنی تحصیلات دانشگاهی رو نداریم، ولی من خودم حالا یه بک‌گراند کوچیک اگر بگم از همون بچگی و اینا، جناب دکتر من توی دوره دبستان اولا اینکه توی خونمون خیلی استرس بود، مشکلات بین پدر و مادرم خیلی زیاد بود و اینکه خدمت شما شد من توی دوره دبستان خیلی درسم خوب بود، یعنی جوری که معلمای اون دوره یه جوری با هم بحث میکردن سر داشتن من تو کلاسشون. من تیزهوشان قبول شدم، ولی خب متاسفانه حالا اون ارتباطاتی که بودش اون زمان دیگه تکمیل شده، من راه ندادم، یعنی کسای دیگه حالا به واسطه یه سری اون روابطی که داشتن جایگزین شدن و من رفتم یه یعنی از پنجم دبستان رفتم نمونه دولتی برای راهنمایی درس خوندم. نمونه دولتی هم خب یه مدرسه بود، حالت شبانه روزی بود، ولی خب توی همون شهرستان خودمون بود. و اینکه جناب دکتر من دیدم یعنی متوجه شدم که من درسم خیلی خوب بود، بعد تمام معلم‌ها منو می‌نشوندن جلو، یعنی به واسطه اینکه خب درسم بهتر بود با معلم‌ها رابطه بهتری برقرار می‌کردم. بعد دیدم اونایی که ته کلاس می‌شینن چه حال روز بهتری دارن از نظر اون زمان من، و اینکه مثل یه تریلی بودم، یعنی کم کم مثل تریلی شدم، یه تریلی 18 چرخ که 16 تا چرخش رو باز کرد با 2 تا چرخ میرفت. یعنی من از اون زمان که به همینجور ادامه دادم مثل آدم های معمولی بشم، و اینکه شما در نظر بگیرید یه تریلی وقتی با 2 تا چرخ میره چه آسیبی میبینه، و من تا همین الان این آسیبا رو همینجور با خودم آوردم. من البته نمیفهمم، حدس میزنم چی دارید میگید و نمیفهمم یعنی چی، یعنی چی شما چه کار میکردید؟ ببینید جان دکتر من مجبور شدم مثل بقیه بچه‌ها باشم. خیلی خب اگر مثل بقیه نصب کنید مثل بقیه بچه‌ها بودن ای بو ایران ند، دوم مثل بقیه بچه‌ها میشدید، خیلی خب معلمان دیگه توجه بهتون نمی‌کردن، ردیف یک نمی‌شوندن، تو نهی مثل بچه‌ها میشدید. ببینید بقیه بچه‌ها در سطح معمول خودشون یا حتی پایین‌تر، یعنی میدیدم اونا حال روز بهتری بود داشتن، یعنی یه جوری اولا شما عزیزم آخه شما سر یه سب کنید آخه دو تا حرفتون با هم نمیخونه. اولا ما ظاهر آرام دیگران رو با درون طوفانی خودمون مقایسه میکنیم، میگیم اونا چه خوشن ما نیست. دوم برای تای کلاسن که تای کلاسن، شما من میگید که ردیف جلو بودن بعد حق با شماست، حتی من بسیار خوشحالم که شما مدرسه تیزهوشان نرفتید، ولی من با این مدارس مخالفم. مهم اینه که آدم در یه جایی باشه که بدرخشه، بشکفه، نه اینکه بشکنه تو اون رقابت ها در دوران کودک. حالا اونام یه بحث دیگه است. بیاد به من بگید که چه می کردید، یعنی شما مثلا درس خوب نمی خوندید، خب بعد از که درس خوب نمی خوندید که نمراتون خوب نبود دیگه، جلو نمی شستید، کسی هم باتون کاری نداشت. ببینید
و این وضعیت تا دانشگاه ادام چه اشکالی داره که آدم مثل بقیه بچه ها باشه؟ من نمیدونم شما چرا اینقدر تمام زندگیتون مقایسه هست. توانایی نمیتونم استفاده کنم جان فکر. یعنی چی از توانایی؟ نه سب کنین نه شروعش نکنین. در تمام توانایی شما در دوره دبستان و دبیرستان یه نمره است. به جایی که نمیدونم 19 و 20 بگیرید 16 و 15 میگیرید. خب نشه. خب باشه. چی میشه؟ خب نه همین باعث شد که من کم کم تصرف کنم به جای پیش رفت. خب بکن. یعنی تصرفتی نکردی من عزیزم. همون مثال کامیونو که نه مثال کامیون تو ول کن. تصرف نداره. تو قبلا نمرات 20 بوده حالا شده 15 حالا شده 12. پس رفتن نیست. اون زمان 20 میگفتن 12. آدم هایی که قرار نیست یه دست بره حالا چه فهمیتی داره؟ مهم اینه که بعداً آیا تو خواستی بری دانشگاه یا نه، میتونستی بری یا نه، رشته مورد علاقت رسیدی بهش یا نه. اگه بگی اینقدر درس نخوندم که نرفتم دانشگاه تموم شد. بنابراین اولا همینجا ببین عزیز، تو توی خانواده یه مقدار آدم نادان خودخواه گرفتار بیمار بودی. کدام پدر مادر میاد 9 تا بچه تولید میکنه؟ همینجا تموم شد کار. درست مثل اینکه من برگردم بگم یه نون میخرم 15 نفر رو مهمون میکنم، به کسی چیزی نمیرسه. برای من احتیاج نداره دنباله بگردم که با تو چه کردن عزیز. به من میگی کودکی بدی داشتی، قبول. اینکه چگونه عمل کردی، قبول. ولی به من بگو که اینکه نمراتت خیلی خوب بود بعدن عقب افتاد. خیلی از آدم ها هستن خوبن بعدن میان پایین، یه ده پایینن میرن بالا. و این چیزی نیست که خیلی مسئله باشه. شما بالاخره بعد از دیپلمتون چه کردید؟ بعد از دیپلم جان دکتر من به اون علاقه هم پرداختم، یعنی چیزهایی که خب توی من بحث رشته کامپیوتر خیلی خوب چیزها رو یاد میگرفتم و دوست داشتم رفتم به سمتش. و اینکه حالا مشکلات مالی این وسط بود و حالا یه سری اتفاق ها افتاد، ولی من خیلی اون رشته کامپیوتر رو دوست داشتم تا همون دیپلم هم که دیپلم کامپیوتر گرفتم. بسیار من شما اصلاً که من با مشکل اضطراب، یعنی خیلی آدم فکر میکنم از سمت مادرم بود که نگرانی بسیار شدیدی داشت. پدرم ارتشی بود که یه قوانین به هر حال توی خونه حاکم بود و دیگه خودتون بهتر میدونید که وقتی به پدر ارتشی باشه چه حتی خشمگین. و اینکه این دوتا فکر میکنم به من رسید، اینکه من به شدت نگرانی داشتم، اضطراب داشتم، استرس داشتم و فکر میکردم همیشه متفاوتم با بقیه آدم ها. خاطر اینکه بقیه آدم ها اون چیزی که حالا به نظر من اینجوره، اون چیزی که درونشونه قشنگ نشون میدن به همه. یعنی آخه عزیزم این احکام چیست؟ تو چرا ول نمی کنی این موضوع رو؟ اگه نگاه و نظرت غلطه، بله تو تعریف برای بقیه تصمیم میگیری که هیچی راجبشون نمیدونی. روی جامعه مانند ایران همه دارن پنهان میکنن، وانمود میکنن، تعارف میکنن، دروغ میگن. اونا هرچی بودن خودشون نشون میدن. و چی نشون میخواستن بدن؟ درس که درسه. حالا بقیه چیزا تو خودتو نشون نمیدادی، استراب رو اونا نشون میدن. من اصلا نمیفهمم تو چرا دنبال اون هستی عزیز. به علاوه حرف تو درست. تو آمدی به سن مثلا 18 سالگی رسیدی یا یه 20 ساله رسیدی، متوجه استراب استرس باید میرفتی دکتر استراب استرس تحلیل میکردی. خب از اینجا یه مسئله من شروع میشه جناب دکتر. من کل، یعنی به جرأت میگم، تمام روانشناسا و اون مشاورایی که توی شهرستان بودن رفتم و اینکه من همیشه یه قدم جلوتر بودم از اونا. هیچ کار نمیتونستم برام بکنن جز اینکه دارو رو بدن. حالا داروهای مختلف، من الان اسم تمام داروهایی که اصلا من کاری به عزیزم صبر کن. تو رفتی پر اونا به دارو دادن، قبول. ولی اگر کار روان درمانی اونا با تو میکردن یا تو دنبالش میرفتی، متوجه میشدی که جهان رو باید آنگونه که هست واقع بینانه ارزیابی کنی، بدونی چه هست و متناسب با اون وظیفه و مسئولیت خود رو بپذیری. میشوری سالم، نه مضطرب بودی، نه افسرده، نه خشمگین. ولی اگر تو بخوای یه جهانی رو تصور کنی و توهم تو این باشه که جهان این گونه است که نیست،
فرض کنی که فاصله این دو تا شهر 1 کیلومتره، در حالی که 20 کیلومتره، راه بیفتی بخوای برسی، خب به اونجا نمیرسی، دیر میرسی. 20 کیلومتر باید بری نه 1 کیلومتر. همه چیز به هم میریزه عزیز. الان هم تو حرفای تو کاملا پیداست، خوشبختانه تو علاقمند به یه رشته‌ای شدی که اونقدر احتیاج به ابزار و وسایل نداره. یه کامپیوتر میخواد و یه ارتباط اینترنت که تو بتونی کاراتو انجام بدی و توش رشد کنی و خیلی هم شخصی و خصوصی. خوشبختانه اینجا شانس آوردی. ولی تو به من میگی که من مضطرب بودم، کسی من کمکی نمیخواست بکنه. علتش این بودی که کار روان درمانی انجام نمیشده، بعد شرایط و موقعیت تو نبوده، برای تو اجازه نمیدادی. تو الان داری با من که صحبت میکنی 34 سالت هم شده همینجوری داری تئوری صادر میکنی یا میدی بیرون که دنیا اینجوریه، آدم ها اینجوریه، من اینجوریم، مثالم اینجوریه. خب آخه تو یک کسی که تصمیم میگیره خودش برگرده بگه دل درد من سنگ کلیه است و راه حل معالجش هم اینه، در حالی که دل دردش این نیست، خب معلومه جواب غلط میگیره. بنابراین تو استراب و استرس و اینات رو میتونم متوجه بشم، زمینه ارثیت مثلا حق با تو، ولی کاری که باید صورت میگرفته اینه که هم دارو درمانی میخواستی، هم خودتو در اختیار یه روانشناس میگذاشتی که بتونه انجام بدن. و این چیز پیچیده عجیب و غریبی هم نیست. بعدم اگر قرار بوده تو با توجه به ارتباطی که با کامپیوتر داری کاملا با توی اینترنت میگشتی، این اطلاعات بیشتری رو از اون طریق کسب میکردی و بنابراین دانایی و آگاهی خودتو درباره اضطراب و افسردگی و استرس و خشم و عصبانیت و احساس گناه و خجالت و عدم اعتماد و اطمینان و حقارت که اینا همه توی هم گره میخورن رو پیدا میکردی. و بعدم فرزند نهم بودن، اون آخر بودن، با توجه به شرایطی که در خانواده میگی، خب معلومه آسیب سخت و سنگینی دیدی. دست و پای تو رو شکستن، ای بسا یه دست تو رو قطع کردن از نظر روانی. خب اینا یه کاری است باید درستش کرد، ولی اینا همین گونه که آدم بره پیش دکتر که درست نمیشه. در این گونه موارد نه تنها دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، شرایط و موقعیت باید درست باشه، یعنی در محیطی که هستی روابط تو باید درست باشه، امکاناتی باید در اختیارت باشه که بتونی رشد کنی. خب اگر اینا نیست، خب معلومه دارو درمانی تنها که مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه. به همین جهت است که یه آدم باهوشی مثل تو قرار بوده اولا کوشش بکنه که آگاهی و دانایی خودشو بیشتر کنه و با توجه به اون سراغ کسی بره که بتونه کمکش کنه. سلام عزیز. خب الان حال الانتون چطوره؟ ببینید آقای دکتر، من الان نسلی که فکر میکنم 6 ساله که دارم آسنترا میخورم هر روز یه دونه، و اینکه یک کم از اضطراب منو کم کرده، از اون نگرانی هایی که داشتم و کمتر کرده، ولی هنوز من نگرانی بسیار زیادی دارم، اضطراب خیلی زیادی دارم. و اینکه جان دکتر من یه کوچولو اضافه کنم که من همیشه دکترایی که رفتم داروهایی که به دادن مثلا 3 ماه 6 ماه استفاده کردم و خب همشون یعنی تا یه حدودی بعضیشون کار کرده، جواب داده روم، بعضیشون نه، تا اینکه رسیدم به همین آسنترا. و اینکه توی بحث روانشناختی هم که فرمودید، من خب با روانشناس مشاور کار کردم، ولی تمام حرفایی رو که میخواستم بزنن جان دکتر من یه قدم جلوتر بودم. به خاطر همین دارم میگم نتونستم کسی رو پیدا کنم که بتونه حال منو خوب کنه. عزیز من، انگار یه شما بازیه. شما چرا فکر میکنید یه قدم از اونا جلوترید؟ این چه شما چرا فکر میکنید؟ نه یه خودمدار و خودمحوری دارید که من هرچی فکر کنم درسته بقیه اشتباه، خب وقت پس از بقیه من همیشه جلوه. چرا من به شما گفتم ول کنی؟ به من بگید الان چه حالی داره. شما الان یک کمی صبر کن. از تو میگی الان من آدم مضطرب و نگرانی هم. درسته؟ درسته. به من بگو اضطراب و نگرانی تو الان 1 2 3 درباره چه موضوعی؟ اولا 2 تاشو 3 تاشو بگو. یک موضوع خب خودم هستم، بحث زندگی و خدمت شما از طرف روزمرگیه. یعنی خدمت یعنی اینکه روزم چجوری میگذره، خب چه اتفاقایی میافته. چون این چه ارتباطی به استراب داره؟ نه این چه ارتباطی، نه تا این خیلی پرت و پلا استراب پیدا میکنه.
استراب چی رو پیدا میکنی؟ من الان مضطربم چون بچه‌ام رفته بیرون تصادف بکنه یا نه. میخوام ببینم تو چه استرابی داری. مثل که تلفنت قطع شد. ببین عزیز، بیا اینقدر فرض رو نگیر که خودت میدونی و از اونها یه قدم جلوی. اصلا معنی نمیده این حرف. تو حتی با دوستات هم صحبت کنی معناش اینه که تو یه قدم از اونها جلوتری. اگر آمدی رو خط با هم صحبت بکنیم یا اگر پدوی کسی رفتی من بگو استراب دست چیه؟ آخه این استراب واقعی است یا نیست؟ اونجا معلوم میشه. تو چیکار به بقیه داری؟ متاسفانه تو تصمیم گرفتی که خودت تشخیص بدی، خودت هم معالجه کنی، خودت هم قضاوت نظر راجب حرف و نظر دیگران داشته باشی. تنها چیزی که راجبش حرفی نمیتونی بزنی این است که دارو میخوری یا تغییراتی در تو به وجود میاره. اونجاست که تو ساکتی. در غیر این صورت تو مانعی. درست مثل اینکه بگی هر دوایی به من میدید ابتدا من خودم باید برم تصمیم بگیرم این دوا رو میخوام یا نه و اصلا دوای دیگه میخوام بخورم. آخه اسم اینکه رفتن پلوی دکتر نیست. و این تصور که من از اونها یه قدم جلوترم، در چی جلوتری؟ خب معلومه حال تو رو نمیدونن. وقتی این پرسن تو چند سالته میگی 34 ساله، خب اونها نمیدونن بچه چندمی، ولی اینا که سبب میشه تو فکر کنی از اونها جلوتری. درباره اون موضوعی که تو مشکل و مسئله هست باید بتونی راحت حرفتو بزنی. و الان تو این مدت من تمام کوششم رو که کردم، نه اینکه مدت زیادی بوده، نزدیک 20 دقیقه است، من آخر نفهمیدم تو از چی مضطرب و نگرانی. به اینجا گرفتاری است. بلکه برای خودت دور خودت میچرخی و خب چون خودت نمیدونی و خودت اون گمی و گیجی رو داری فکر کنی بقیه هم گم و گیجن. من وقتی خودم رو نمیشناسم، نمیدونم کی هستم، فکر کنم هیچ کس هم منو نمیفهمه، نمیشناسه. همینقدر که آدم میگه کسی منو نمیفهمه یعنی من خودم رو نمیفهمم. و تو دقیقا داری همین حرف رو میزنی و حالا هم که آمدی که جواب سوال رو بدی، جواب سوال رو نمیدی، باز اظهار عقیده و نظر میکنی عزیز. این راهش نیست برای روشن شدن مسئله و مشکل.